سه افکار رو وارونه کنید. راه جالب دیگر کشف ترکیبات جدید، هنر خلاق وارونه سازی است. در وارونه سازی شما به ضد هر چیزی که وجود دارد توجه می کنید. معمولا خواهید دید که این کار نتایج بسیار مفید و منحصر به فردی ایجاد خواهد کرد. شرح حال محمد علی کلی. در 100 سال گذشته محمد علی مورد توجه بسیاری از ورزشکاران بزرگ قرار گرفته است. علی برای این برتریش از روش تفکر خلاق وارونه‌سازی استفاده می کرد. همه می گفتند که مردان سنگین وزن نمی توانند برقصند، اما او می رقصید. همه می گفتند که هنگام مشت‌زنی باید همیشه دست‌ها را بالا نگاه داشت. علی آنها را پایین نگاه می داشت. همه می گفتند مردان سنگین وزن نمی توانند سریع باشند. علی خود را به سریع ترین مشت‌زن جهان تبدیل کرد. این توانایی علی در وارونه ساختن تفکر رایج بود که او را قادر ساخت ورزشش را در مجموع در مرحله خلاق تازه‌ای قرار دهد. شرح حال دیک واسبری. در دهه 1960 دیک واسبری ورزشکار آمریکایی رشته پرش ارتفاع مانند دیگران آموزش دیده بود تا با صورت و قفسه سینه از مانع به طرف پایین شیرجه رود. واسبری این سوال وارونه سازی را از خود پرسید: اگر من از پشت و وارونه بپرم چه اتفاقی می افتد؟ جواب این بود که او توانست به وسیله یک ترفند ساده وارونه سازی بلندتر بپرد. واسبری نه تنها فن جدیدی برای پریدن کشف کرده بود، بلکه رشته ورزشیش را برای همیشه دگرگون کرد و با گذاشتن نام خود بر روش جدید انقلابیش یعنی پرش واسبری شهرت جاودانی کسب کرد. شرح حال میکلانج. میکلانج به عنوان بزرگترین پیکر تراش و همچنین کسی که به شیوه وارونه تفکر میکرد در تاریخ شناخته شده است. در حالی که بیشتر پیکر تراشان و استادان مجسمه ساز فکر میکردند او هنوز هم فکر میکند که هدف همه پیکرتراشان قرار دادن یک پیکر روی یک تکه بیشکل از مرمر است، میکلانج خلاف آن را تصور میکرد. او به این موضوع اینطور که شکل کامل از قبل در سنگ وجود دارد فکر میکرد. وظیفه او تراشیدن مرمرهای اضافی بود و امکان میداد که آن شکل موجود در سنگ از زندان سنگیش آزاد شود. او با استفاده از این روش کارش را به طور ذهنی بسیار ساده تر کرد. به جای تحمیل خواسته های خودش روی سنگ، تنها از شکل ذهنی موجود در سنگ تبعیت کرد و برای آشکار ساختن زیبایی که در داخل سنگ پنهان بود سنگ را می تراشید. برای ایجاد شگفتی که در زیر سطح خوابیده بود. از آنجا که اینک شما با چگونگی ایجاد ارتباط‌های جدید و همچنین برعکس جلوه دادن و مشاهده همه چیز از زوایای مختلف بیش از پیش آشنا شده اید، می توانید ایده های حیرت انگیزی خلق کنید. واضح است که با انجام این عمل شما به انسانی متفاوت و غیر معمول، دور از حد طبیعی، مبتکر و منحصر به فرد تبدیل می شوید. شخصیتی که دیگران از او به عنوان فردی خاص، خلاق و حتی
یک نابغه یاد می کنم. تمرین خلاقیت. یک، گوش کنید. زمانی که مردم مطالبی را برای شما شرح می دهند یا سعی دارند گوشه ای از مشاجره یا مشکلشان را مطرح کنند، نه تنها به آنچه که می گویند گوش کنید، بلکه به این که آنها چه کسانی هستند هم گوش فرا دهید. در مجموع سعی کنید همه چیزهایی که آنها تشریح می کنند از زوایای دید آنها ببینید. وقتی که این کار را به انجام رساندید، بیش از پیش به عنوان یک شنونده خوب، یک علاقمند و شخصی کنجکاو، دوستی قابل اعتماد و کسی که دیگران را شاد می کند شناخته خواهید شد. در این حال حافظه خود برای به خاطر سپردن آنچه گفته می شود و هم قدرت خلاقیت خود را برای مشاهده اشیاء از ابعاد گوناگون تقویت خواهید کرد. دو، خود را در قالب دیگران قرار دهید. این به این معنی نیست که با نظرات دیگران هم رأی باشید، بلکه سعی کنید اوضاع را از نگاه موجودات دیگر هم ببینید، مانند کاری که تتیوس انجام می داد. هر وقت که حیوانی را می بینید، سعی کنید دنیا و خودتان را از دید آن حیوان ببینید. برای اینکه خودتان را به جای چیزهای دیگر قرار دهید، از تصوراتتان استفاده کنید. مثلا دیدگاه قاشقی که با آن غذا می خورید چیست؟ نقطه نظر یک توپ وقتی شما در حال پرتابش هستید چیست؟ دیدگاه کلاه وقتی که شما آن را روی سرتان گذاشته اید چیست؟ نظر یک اتومبیل وقتی که با آن زندگی رانندگی می کنید چیست؟ دیدگاه یک ستاره وقتی به آن نگاه می کنید چیست؟ نقطه نظر یک حشره وقتی آن را نگاه می کنید چیست؟ 3. زندگیتان را وارونه کنید. به زندگیتان نگاه کنید. همه جنبه ها و فعالیت ها و هر چرا که قابل توجه است یکی پس از دیگری واژگون کنید. این تمرین به شما یک دید تازه نسبت به اینکه چه کسی هستید و چه کار می کنید خواهد داد و به شما امکان می دهد در جایی که ایجاب می کند تغییراتی ایجاد کنید و در جایی که لزوم ندارد و تمام اوضاع بر وفق مراد و مورد رضایت شماست تغییری ایجاد نکنید. به لباسها، دوستان، غذاها، موقعیتها، فعالیتهای فرهنگی، سرگرمیهای ورزشیتان توجه کنید. اگر بعد از ظهرها ورزش می کردید، حالا سعی کنید صبحها این کار را انجام دهید. اتاقها را جابجا کنید. به این ترتیب که در اتاق نشیمنتان بخوابید و در اتاق خوابتان امور روزانه را انجام دهید. احتمالاً تصمیم خواهید گرفت که برخی از اجسام اطرافتان را هم به همین شکل جابجا کنید. اگر بعضی از اشیا جابجا شوند، زندگی شما بسیار شاد، خلاق و ارزشمندتر خواهد بود. 6. سعی کنید از اشیا ترکیبات جدیدی بسازید. دوباره چیزهایی را که در منزل و زندگی روزمره‌تان وجود دارد مرتب کنید. انواع جدید غذاها را امتحان کنید. سعی کنید یک اتاق را با رنگ‌ها و سبکی که معمولاً به استفاده از آن فکر نمی‌کردید تزیین کنید. دوباره اسباب خانه را مرتب کنید. یک سرگرمی جدید پیدا کنید و حیطه ارتباط اجتماعی و معاشرت خود را بیشتر کنید و گسترش دهید. 5. لطیفه گفتن یاد بگیرید. اگر درباره‌اش فکر کنید، متوجه می شوید که تعدادی از بهترین لطیفه ها در حالی که دو چیز نامربوط به هم با یک روش خنددار بدی به هم مرتبط می شوند به وجود می آیند. یا آنجایی که مفاهیم استاندارد برعکس جلوه داده شوند، باعث می شود که شما به حدی بخندید که از خنده روده بار شدید. شوخ طبعی یک فعالیت بی نهایت خلاق است. بنابراین هرچه بیشتر سعی کنید در جمع افراد شوخ طبع و بزلگو
قرار بگیرید. این برای قدرت تفکر خلاق شما هم بهتر خواهد بود. 6. برای ایجاد ارتباط تمرین کنید. به طور تصادفی دو موضوع خیلی متفاوت در زندگی روزمره تان را انتخاب کنید و تلاش کنید که بین آنها ارتباطی طنزآلود و خنددار ایجاد کنید. مثلا به نظر شما چطور خواهد بود که مسائلی مربوط به ورزش مستنی را با مفاهیمی از حشرات و هم مرتبط کنید؟ محمد علی کلی این کار را با این عبارت توانست انجام دهد: شناور بودن مثل پروانه و نیش زدن مثل زنبور. 7. فعالیت های مختلف زندگیتان را به یک دیگر مرتبط کنید. ادیسون مثال بسیار خوبی از این مطلب است. آزمایشگاه علمی و تجربی او بسیار شبیه به یک ساختمان بسیار بزرگ، انباری با تعداد زیادی نیمکت و میزهای مختلف که هر کدام یکی از پروژه‌های مختلفی که روی آنها کار می‌کرد را در بر می‌گرفت بود. فصل 8. مغز شما ماشین تداعی کننده نهایی تفکر درخشان و توسعه یافته. شما در این فصل راز اصلی تفکر خلاق را فرا می گیرید و بازی های تفکر خلاق را انجام خواهید داد. این بازی ها به شما بینش فوق‌العاده‌ای از عملکرد مغز خلاق و نیروی بالقوه و قدرت مغز خواهد داد. احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که برای همه ایده هایی که در فصل های قبل مورد بحث و بررسی قرار دادیم، یک اصل اساسی و کلیدی و مرتبط وجود داشته است: ارتباط. ارتباط بین کلمات، تصاویر و همه چیز. شیوایی، انعطاف پذیری، نوآوری و تکنیک‌های وانونه‌سازی همه به این کلمه جادویی وابسته هستند. این رازی است که همه نوابغ بزرگ از آن برای به نتیجه رساندن شاهکارهایشان استفاده کرده‌اند. ارتباط کلید رمز راهی است که مغز شما به آن می‌اندیشد. آن رازی که شما سابقا آن را می دانستید و از آن استفاده می کردید و گنج های خلاق نامحدودی برای یافتن آسایش در زندگیتان به شما می نمایاند. بنابراین این فصل به یک تمرین خلاقیت گسترده با تمریناتی که سرگرمی، چالش، آگاهی و متعجب کردن شما را به دنبال خواهد داشت اختصاص یافته است. 1. قدرت خلاق مرتبط به شیوایی را تمرین کنید. خیلی سریع همه تمرینات خلاقیت 7 فصل گذشته را بخوانید و در کنار هر تمرینی که فکر می کنید یک ارتباط در آن وجود دارد، یک ستاره کوچک بگذارید. 2. تداعی خودشناسی. در این بازی تداعی کننده تصور کنید که یک ابر کامپیوتر هستید. از شما می‌خواهند به بخشی از اطلاعات دسترسی پیدا کنید و مواردی را که به شما و آن اطلاعات مربوط می‌شود آزمایش کنید. وقتی به این اطلاعات دسترسی پیدا کردید، این موارد را در ذهنتان خلاقانه در نظر بگیرید. فرض کنید که این اطلاعات به دست آمده مربوط به یک اسم است. حالا از خودتان سوالات زیر را بپرسید: آیا توانستم با موفقیت صاحب اسم را تشخیص دهم؟ به دست آوردن این اطلاعات چقدر برای من طول کشید؟ آیا درباره اطلاعاتی که به دست آوردم عکس یا تصویر یا کلمه‌ای در مغزم وجود دارد؟ تصویری که دیدم کجا بود؟ آیا در آن رنگی وجود داشت؟ اگر آنجا رنگی وجود داشت،
آن رنگ از کجا آمده بود؟ با چه چیزی توانستم آن را ببینم؟ چه نوع ارتباطی از آن منشعب شد؟ وقتی آماده شدید به صفحه 159 بروید، شما نامی را با حروف درشت و خوانا خواهید یافت. وقتی که آن اسم در ذهن شما نقش بست، کتاب را ببندید و اجازه دهید ارتباطی بین این دو جریان پیدا کند. سپس به پرسش هایی که قبلا خوانده اید پاسخ دهید. اغلب افراد به اولین پرسش پاسخ مثبت می دهند. در مورد سؤال دوم، صدای ترق و تروق انگشت هاشان را در می آورند، یعنی که کار را خیلی سریع انجام دادند. برای یک دقیقه فقط به این موضوع فکر کنید که این صدای شکستن انگشتان واقعا چه معنایی دارد. آنها می خواهند بگویند که از بین 1 میلیارد بایت اطلاعات مربوط به خاطرات شگفت‌انگیز زندگیشان خیلی سریع و به طور تصادفی و ناگهانی به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا کردند. اگر شما بتوانید توضیح دهید که مغز انسان چطور به طرز حیرت آوری فرایند پیچیده خلق مجدد تصویر را انجام می دهد، جایزه نوبل را به دست خواهید آورد. اگر شما بتوانید توضیح دهید که چطور شخص نامبرده را در حالی که در گوشه‌ای مخفی شده بود با قلاب بیرون کشیده اید، جایزه نوبل دیگری به دست خواهید آورد. به علاوه اگر بتوانید توضیح دهید که واقعاً آن شخص در کجای مغزتان قرار داشته و رنگ مربوط به آن شخص از کجا آمده است و چطور توانستید آن شخص را ببینید، بدیهی است که منظور دیدن با چشم نیست، جایزه های نوبل زیادی دریافت خواهید کرد. هنگامی که در یک محل عمومی در حال حرف زدن با دوستانتان هستید و دارید چای یا قهوه می نوشید، مغز شما با سرعتی باور نکردنی در حال ایجاد یک سری وظایف ارتباطی است که هیچ ابر کامپیوتری قادر نخواهد بود این عمل را به این سرعت انجام دهد و تا به حال هیچ یک از دانشمندان بزرگ جهان هم نتوانستند در باره آن توضیحی بیابند. بنابراین مغز شما در ایجاد این دسته از ارتباطات سریع دستگاه معجزه‌گر فوق‌العاده است. تمرینی که انجام دادید همانطور که متوجه شدید شبیه تمرین تفریز که در فصل 3 انجام دادید و مثال دیگری است از اینکه چطور مغز شما طرح‌های ذهنی ایجاد کرده است که به طور بالقوه دارای قدرت نامحدودی برای ایجاد و گسترش هستند. 3. نقشه 3. از حالا به بعد هر وقت یک کار فکری داشتید نقشه ذهن را بکشید. شما با تمرین قبل فهمیدید که یادداشت برداری خطی یک زندان نیست، بلکه کمی شبیه به برش هایی است که یک شمشیر سامورایی توانسته با تکه تکه کردن افکارتان شما را از پای درآورد. نقشه های ذهنی به شما اجازه می دهد دنیایی از ارتباطات عوالم ارتباطی نامحدود را که مغز شما قادر است آنها را خلق کند، کشف و از آنها استفاده کنید. 4. قاعده کلی ارتباط. یکی از مهمترین اصول در فرمول لئوناردو داوینچی برای توسعه یک ذهن بزرگ خلاق اصل ارتباطی وی بود. این اصل بیان می کند که هر چیزی به چیز دیگری مربوط می شود. همچنان که لئوناردو گفت هر چیزی از چیزهای دیگری به وجود می آید و هر چیزی از چیزهای دیگر تشکیل می شود و هر چیز به چیزهای دیگر تبدیل می شود. قبول ندارید؟ اگر شما جزء آن اقلیتی هستید که این موضوع را قبول ندارند،
تنها کاری که باید برای رد نظریه لئوناردو انجام دهید پیدا کردن دو چیز است که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. لئوناردو از اصل ارتباطیش به منظور نتیجه گیری برای بینش استثنائیش در طبیعت جهان پیرامون ما استفاده کرد. این دیدگاه ها پایه و اساس بیشتر علوم پیشرفته شد. در زیر دو نمونه از اصول ارتباطی لئوناردو بیان شده است. مشاهده کنید چطور حرکات سطح آب همانند حرکات موهاست و دو حرکت دارد. یکی از این حرکات مربوط می شود به حرکت مو و دیگری مربوط می شود به جریان اصلی آن، قسمتی دیگر مربوط است به بازتاب حرکات یا با برخورد سنگی به روی سطح آب. دایره هایی در اطراف آن ایجاد می شود که همینطور گسترده تر می شود تا از بین بروند. به همین ترتیب وقتی هوا با امواج صدا برخورد می کند همچین حرکات دوار را دارد. از مثال لئوناردو پیروی کنید، ارتباط بین هر چیز با چیز دیگر را پیدا کنید. 5. بازی با گیره های کاغذی بلا استفاده. برای بازی خلاقیت بعدی 5 دقیقه به خودتان زمان بدهید. اگر تنها 5 دقیقه با نهایت سرعت مطالبی را بنویسید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا الهام بخش شما شود، برای جمع کردن و دسته‌بندی آنها هیچ گیره کاغذی به آن بزرگی وجود نخواهد داشت. همینطور که مشغول انجام این تمرین هستید، از شما می‌خواهم که تمام ابزار ممکنی را که در کتاب قدرت هوش خلاق یاد گرفته اید به کار ببرید، به خصوص آنچه را که درباره ظرفیت نامحدود یاد گرفتید و اطلاعاتی را که در مورد شیوایی گفتار، انعطاف پذیری، نوآوری و ایجاد ارتباط به دست آورده اید. وقتی آماده شدید تمرین را شروع کنید. وقتی آن را تمام کردید تعداد ایده هایی را که دارید بشمارید. ایده های خلاقانه تری را که به آنها فکر می کنید جمع آوری کنید. سپس آنها را بخوانید. در بازی تفکر خلاق معمولی هر ایده‌ای که بیش از 10 ایده دیگر به وجود آورد خیلی خوب است و اگر بیش از 20 ایده جدید به وجود آورد که خیلی عالی است. در بازی که همکنون انجام دادید یک نتیجه شگفت‌انگیز و عجیب به دست آمد. هم امتیازات بالا و هم امتیازات پایین‌تر هر دو فوق‌العاده عالی هستند. واقعاً خلق کردن تعداد زیادی ایده خیلی عالی است، چرا که اثبات می کند مهارت های ذهن شما در روان بودن انعطاف پذیری و آوری و ایجاد ارتباط به خوبی کار می کنند. البته اغلب افراد به این نتیجه رسیدند که مهارت هایی که در درونشان یک کشمکش درونی ایجاد کرده است واقعا سرعت بازدهی آنها را پایین می آورد. مثلا یک بار وقتی سعی می کردم این بازی را تمام کنم، شخصی فکر میکرد که گیره کاغذ به هیچ وجه نمیتواند برای نوشیدن مایعات استفاده شود. من برای این شخص دلیل آوردم که گیره کاغذ را میتوان در سوپ غلیظ فرو کرد و هرچند این روش بسیار کند باشد، ولی میتوان با استفاده از گیره کاغذ مایعات را هم نوشید. حالا به عقیدهتان درباره غیر قابل استفاده بودن گیره کاغذ برگردید و با خودتان مجدداً این بحث را شروع کنید و این سوال را تکرار کنید که آیا می شود با گیره کاغذی مایعات را نوشید؟ بهترین ایده‌تان را روی دوستانتان آزمایش کنید. 6. پدیده علت و معلول. این پدیده که پایه و اساس علوم مدرن است، بستگی به ظرفیت حیرت انگیز مغز در ایجاد ارتباطات دارد. شما می توانید از قدرت هوش خلاقتان به وسیله خلق علتهای زیاد برای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده کنید. مثلا اگر شما شخصی عصبانی را دیدید
حداقل به 10 انگیزه برای علت به وجود آمدن شرایط عصبی در آن شخص فکر کنید. همینطور اگر دسته پرنده را دیدید که ناگهان در آسمان از یک زاویه تون به سرعت می‌گذرند، به هر دلیل در مورد اینکه چرا آنها چنین کاری را انجام دادند فکر کنید و غیره. این بازی خیالی زندگی شما را با لحظات خلاق شگفت‌انگیز پر خواهد کرد و قدرت خیال بافیتان، نوشتن خلاقانه و داستان‌سرایی خلاقتان را افزایش خواهد داد. در حقیقت بعضی از بهترین نویسندگان داستان‌های جنایی با این فرض قبلی شروع کردند که اگر فلان و بهمان اتفاق بیفتد و اگر نتایج چنین و چنان شود چه چیزی به وقوع خواهد پیوست. 7. بازی‌های ارتباطی انجام دهید. در این بازی ارتباطی ویژه یک شغل و یک اصل ارتباطی با آن شغل را یادداشت کنید. مثلا بلای گلف و انجمن گلف، نویسنده و قلم، ماهیگیر و تور، مأمور نظافت و سطل زباله، برنامه نویس کامپیوتر و کامپیوتر، فوتبالیست و توپ فوتبال، قصاب و کارد قصابی، مجری تلویزیون و تلویزیون، پلیس و ماشین پلیس و غیره. سپس با تلاش و پیگیری مشکلها و موضوعات مربوط به آنها را جمع‌آوری کنید و سپس در رابطه با این موضوعات و ارتباطات داستان‌های خیالی بنویسید. این یک سرگرمی جالب برای بازی کردن با دوستانتان است. نتیجه‌های تعجب‌آور بسیار خنده‌داری به دست خواهید آورد. می‌توانید تعداد نامحدودی بازی را بر اساس همین اصل درست کنید. 8. از ارتباط معانی برای توسعه حافظه تان استفاده کنید. بنیاد اصلی حافظه شما چه چیزهایی هستند؟ ارتباط بین معانی و تصورات شما. من اخیراً روی این محدوده از مغز کار کردم و دریافتم که خلاقیت و حافظه آنطور که اغلب مردم تصور می‌کنند مخالف هم نیستند. آنها از هم تأثیر می‌گیرند. در خلاقیت شما ارتباطی برای دوباره خلق کردن ایده‌های جدید به وجود می‌آورید. در حافظه شما ارتباطی برای خلق کردن ایده‌ها به کار می‌برید. بنابراین از حالا به بعد از هر چیزی که در قدرت هوش خلاق یاد گرفتید برای افزایش قدرت تکرار خلاقانه حافظه‌تان استفاده کنید. مثلا وقتی اتومبیلتان را پارک کردید، آن را با هر چیزی که در اطرافش است، نه فقط اتومبیل بعدی، بلکه هر چیزی که با آن ارتباطی ثابت داشته باشد، ارتباط دهید. همچنین هنگامی که کلیدها، کیف پول، گذرنامه، کیف اسناد، کت یا چترتان را کنار می‌گذارید، کارهای مشابه این را انجام دهید. آن موضوع مهم در زندگی خود را با محیط پیرامونش ارتباط دهید و به این ترتیب مکانی را که آن شی در آن قرار گرفته و اشیاء پیرامون آن مکان را به یاد می‌آورید، دوباره خلق می‌کنید. انسان‌هایی که به راحتی اسامی غلیبه‌ها را در مهمانی‌ها به یاد می آورند اغلب از این روش استفاده می کنند. آن شخص و نام او را با چیزهایی که می توانند بعداً آن را به یاد آورند و دوباره خلق کنند ارتباط می دهند. 9. تأثیر ایجاد ارتباط را در زندگی روزمره تان امتحان کنید. همانند کاری که در تمرین خلاقیت فصل پیش انجام دادید، ترکیبات جدیدی را در رژیم غذایی، در لباس پوشیدن، در ارتباط با دوستان و در تعطیلاتتان و غیره امتحان کنید. این بار به خصوص آگاه باشید که همچنان که این کارها را انجام می دهید، در حال آزمایش آن موضوع و بررسی و افزایش قدرت حیرت انگیز و استعداد نامحدود
ماشین ارتباطیتان یعنی مغزتان هستید. 10. بازی دنیا و من. در این تمرین باید خودتان را در مرکز دنیای ارتباطات قرار دهید. هر روز یک ایده یا مطلب را به طور تصادفی انتخاب کنید و 5 ایده یا بیشتر در ارتباط با این موضوعات تصادفی که با شما ارتباط دارند تولید کنید. بهترین چیزهایی برای شروع کار عبارتند از شیمی و من، پرنده و من، خورشید و من، سفینه فضایی و من، ماه و من، عشق و من، دوربین ویدئویی و من، هیره کاغذ و من، سیاره زمین و من، رنگ و من. 11. شما و حیوانات. بازی ارتباطی مجذوب کننده دیگری که وجود دارد مقایسه کردن شما با گونه های بسیار متفاوت موجودات عالم مانند پستانداران، پرندگان، ماهی‌ها، خزندگان و حشرات است. تفاوت‌ها و شباهت‌ها در هر نمونه را یادداشت کنید. تعیین کنید که کدام حیوان بیشترین شباهت را با شما یا با ایده‌هایتان دارد. این سرگرمی بزرگی است که به درد بازی کردن با دوستان و همکاران می‌خورد. همچنین وقتی دوستان جدیدی را ملاقات می‌کنید، از این روش جدید برای سرگرم کردن آنها استفاده کنید. فصل نهم. شما و شکسپیر هر دو شاعرید. این فصل به شما نشان می‌دهد که چطور می‌توانید از آنچه که در قدرت هوش خلاق یاد گرفته اید در جهت رهاسازی قدرت عظیم خلاقیت شاعرانه‌ای که در درونتان پنهان است استفاده کنید. شما کشف خواهید کرد که به همان خوبی که به طور مادرزاد هنرمند و موسیقیدان هستید، یک شاعر مادرزاد هم هستید. شما روشی را یاد خواهید گرفت برای خلق اشیای فراوانی که تا کنون آرزویش را داشتید. این روش توسط من و تتیو شاعر برجسته ابداع شده است. ابتدا اجازه دهید توضیح دهم که چطور من به قدرت خلاق شاعرانه اعتقاد پیدا کردم. این موضوع به شما کمک خواهد کرد بفهمید در زمان حاضر علاقه اصلی من طبیعت و محیط خارج بوده است. وقتی نوجوان بودم من و دوستانم از شعر نفرت داشتیم، چرا که فکر می کردیم شعر بی خاصیت و بی اهمیت و فقط برای افراد کودن است و هیچ ارتباطی به زندگی، تعالی و توان و قدرت ندارد. این وضعیت به خصوص توسط معلم انگلیسی من که در آن زمان یک دختر رنگ پریده و ریزنقش بود که اغلب مریض و نامرتب بود و ما را بچه ها می نامید بدتر شد. او به طرزی کسالت آورد و با لحنی یک نواخت و خسته کننده برای ما شعر می خواند و به ما می گفت که همه وحشی بی عاطفه، حق نشناس و بی تربیت هستید. کلاس های انگلیسی برای ما یک فاجعه بود و آنچه که ما یاد می گرفتیم کمتر از هیچ بود. یک روز او در حالی که کتاب شعری را محکم در دست گرفته بود وارد کلاس شد و خطاب به دانش آموزان نالان گفت که قصد دارد شعر مورد علاقه‌اش را بخواند. او اعلام کرد من قصد دارم برای شما شعری درباره یک پرنده بخوانم. ما همه با هم و با صدای بلند اعتراض کردیم و پس از اینکه او اعلام کرد این شعری است از آلفرد، اعتراض ها بیشتر شد. او شروع کرد و بعد از گذشت یک دقیقه زندگی من دگرگون شد. شعری که او خواند با آنچه که من و دوستانم در مورد شعر فکر می کردیم تناقض داشت. هر شیوه و روش خلاقی که شما فکرش را می کردید به طور درخشانی در آن شعر استفاده شده بود. آن شعر درباره مسخر پرندگان یعنی عقاب بود. عقاب. او صخره را با پنجه های خمیده در آغوش گرفته است. نزدیک خورشید در سرزمین متروک. احاطه شده با آسمان نیلگون. او ایستاده است. موج و شکن سطح آب دریا در زیر او می خزد.
او از فراز کوهش حصارها را می نگرد و مانند صاعقه‌ای به سمت پایین سرازیر می شود. من در حالی که مبهوت شده بودم نشستم. در آن یک دقیقه شخصی که از شعر متنفر بود به کسی تبدیل شد که دلش می خواست بتواند با چنین شکوهی تصورات، تفکرات و احساساتی را که در سرش بودند و برای بیرون آمدن تقلا می کردند بیان کند. با اینکه در آن سن اصلا نمی دانستم که تقلید بخش مهمی از خلاقیت است، تصمیم گرفتم اولین شعرم را به سبک قهرمان جدیدم بسرایم. چند روز بعد وقتی در امتداد اسکله‌ای که ماهیگیران زیادی در آنجا مشغول ماهیگیری بودند، مشغول قدم زدن بودم، یک فرصت مناسب برایم به وجود آمد. در حالی که با یکی از ماهیگیران می رفتم، او ناگهان یک ماهی نقره‌ای و رنگارنگ را با قلاب بالا کشید. فوراً آن را گرفت و در قفس آهنی اسکله انداخت و با وزنه سربی سنگین توش رو به کوبیدن در سر آن ماهی کرد تا وقتی که خشونت دیوانوار او تقریبا فروکش کرد. همینطور که بسیار نزدیکی ساده بودم و مشتاقانه به آن صحنه مرگ و زندگی نگاه می کردم، به نظرم رسید که ماهی در حال جان دادن است و داشت مستقیم به چشمان من نگاه می کرد. من چون تلاشی برای نجات او نکرده بودم، احساس گناه کردم و بسهای اولین شعرم پاشیده شد. من تبدیل شدم به نوجوانی که دوچندان تغییر کرده بود و به سرعت اولین شعر عمرم یعنی ماهیگیری را سرودم. این شعر شعری بود که مرا در راه و مسیر نویسندگی خلاق قرار داد. گیر تمام مدت مرا با چشم‌های بی‌نور و بی‌حالش می‌نگریست. خون روی آنها دلمه بسته و خشک شده بود. همچنان که نفس نفس می‌زد، با آخرین نفس زندگیش پایان یافت. ماهی که روزی آسمانی به نظر می‌رسید، مرده و با ستون فقرات شکسته له شده بود. من می روم ماهیگی تورش را دوباره پهن می کند. خلاقیت و شعر. همچنان که روشن خواهد شد، شعر تنها شامل بکارگیری اصولی کلی از شیوایی، انعطاف پذیری، ابتکار و ارتباط میان کلمات و بیانگر ارتباط شما با کلمات است. تد هیوز این روش را با نقشه ذهن در هم آمیخت. هیوز روش عجیبی را برای توسعه خلاقیت و تفکر مجازی ایجاد کرد. او در این روش از سیستم های حافظه و نقشه های ذهن استفاده کرد. او ابتدا به شاگردانش سیستم‌های ساده یادآوری را آموزش می‌داد تا به آنها ثابت کند که با استفاده از قدرت ارتباط و تصور و حافظه، آنان می‌توانند تا حد یک شاهکار تمام عیار رشد یابند. هیوز عادت داشت روی این مسئله تأکید کند که هرچه نقشه‌های ذهنی دانش آموزان عجیب‌تر باشد، حافظهشان بهتر خواهد بود. او بعد از اینکه کلیشه‌ای فکر کردن در تصورات را در آنها از بین برد، آنها را تشویق به تفکر آزاد کرد. به آنها تمرینی داد که بسیار شبیه به آنچه بود که شما انجام داده اید، یعنی ایجاد ارتباط میان کلمات نامربوط. او به شاگردانش دو موضوع ظاهراً و کاملا نامربوط می‌داد، مثلا سنگ و مادر، و از آنها می‌خواست که یک تمرین نقشه ذهن همانند بازی تفریحی که در فصل 3 انجام داده اید را انجام دهند. وقتی که دانش آموزان به 10 کلمه
در حول و حوش آن موضوع فکر کردند، هیوز از آنها میخواست که یک کلمه از یکی از آن مفاهیم را انتخاب و ارتباطهای آن را با 10 کلمه از یکی از دیگر از مفاهیم پیدا کنند. سپس به سراغ دومین کلمه از موضوع اول بروند و ارتباط آن را با 10 کلمه از سایر موضوعات پیدا کنند و این کار را تا وقتی ادامه دهند که هر 10 کلمه را به 10 کلمه از سایر موضوعات ارتباط دهند. با کمال تعجب بیشتر ارتباط بی نهایت غیر عادی، بسیار ابتکاری، بسیار جالب و اغلب احساس برانگیز بودند. وظیفه بعدی شاگردان انتخاب بهترین ایده هایشان از بین ایده های شکل گرفته به منظور ایجاد یک جمله نو و خلاق و یک شعر ایدئال بود. مفاهیم سنگ و مادر موضوع مورد علاقه او بود و من آن را به عنوان یک مثال در 2 نقطه ذهنم آوردم و شعر کوتاهی از آن ساختم. جواهرات گردن او را در آغوش گرفتند. او خود جواهر است. بر روی تاج اوست الماسی از ذهن من. یکی دیگر از موضوعات مورد علاقه تد کنار هم قرار دادن یک انسان و یک حیوان بود. این تمرین هم شبیه تمرین قبلی بود. 10 فکر از روی اولین کلمه استخراج کنید و 10 فکر را از دومین کلمه استخراج کنید و سپس بیشترین محرک های ابتکاری را پیدا کنید. برای سرگرمی به طور تصادفی کلمات متضاد را از فرهنگ لغت انتخاب کنید و حداقل 2 ارتباط بین هر کدام پیدا کنید، یا اینکه روی هر کدام تمرین نقشه ذهنی به شکل شعر را انجام دهید و قطعات خلاقانه تان را یادداشت کنید. با روش نوابق خلاق بزرگ که در اختیار دارید و با روش نقشه ذهن که به شما در کشف تفکر شاعرانه تان کمک می کند و همچنین با روش تتیوز به عنوان یک راهنما، در این حال شما آماده می شوید تا تمرین ما قبل آخر خود را در رابطه با خلاقیت انجام دهید. تمرین خلاقیت 1. بازی ارتباط کلمات برای شعر گفتن را انجام دهید. ایده های ایجاد شده در صفحه قبل را در نظر بگیرید. 2 موضوع از ایده های مورد علاقه تان را انتخاب کنید و به وسیله آنها یک شعر کوتاه بگویید، مانند آنچه که من با استفاده از روش هیوز انجام دادم. 2. روش های تفکر خلاق شاعرانه. به شعر عقاب برگردید و به طور دقیق بررسی کنید که از ابتدا تا انتهای شعر از چه روش های تفکر خلاقی استفاده شده است. هر آنچه که در این شعر توجه شما را جلب کرده پیدا کنید و آن روش را در اشعار خود به کار برید. 3. در زندگی خود لحظات شاعرانه ای را جستجو کنید. به ریزش برگ های پاییزی که روی علفزار می ریزند توجه کنید. نسیم زود گذر بر چهره افراد را دریابید. مناظر یا چشمنداز های ایجاد شده در ابرها و پرتوهای آفتاب از میان ابرها و هم فعالیت‌های متفاوت حیوانات را دریابید. زمان بیشتری را صرف تفکر در مورد این رخدادها کنید و سرودن شعر را راهی برای توصیف آنها در نظر بگیرید. 4. جلسات شاعرانه برگزار کنید. بیشتر نویسندگان خلاق مانند تیتیوز عادت داشتند هر وقت می‌نوشتند یک شمع روشن در کنار خود داشته باشند. شعله شمع یک وسیله شگفت‌انگیز در ایجاد تمرکز خلاق است، چیزی که
مغز شما را به نگاه کردن به یک زیبایی که دائما در حال تغییر است و به خیال بافی تشویق می کند. خیال بافی های شما تعبیرهای بسیار شاعرانه و شگفت انگیزی به وجود خواهد آورد. 5. در فعالیت های شاعرانه مشارکت کنید. به مغازه های کتاب فروشی و کتابخانه ها بروید و با جستجوی دقیق از میان کتاب ها کتاب های شعری را انتخاب کنید که به خصوص برای تصور خلاق شما جذاب هستند. عضو انجمن ها و محافل ادبی و شاعری شوید یا خودتان یکی از این انجمن ها را تشکیل دهید. به شبکه گسترده جهانی اینترنت مراجعه کنید. بحث شعر و شاعری در آنجا در حال رونق و گسترش است. شما می توانید هم از آنجا شعر یاد بگیرید و هم خود در گفتن شعر سهیم شوید. تفکر شعر و شاعری را بخشی از زندگی خود قرار دهید. 6. یک دفترچه شعر داشته باشید. یک دفترچه یادداشت واقعا جذاب است. دفترچه ای بخرید و شعر و ایده های خلاقتان را در آن بنویسید. وجود این دفترچه شما را تشویق خواهد کرد که در دریاهای شاعرانه تفکر خلاق که فقط منتظر هستند توسط شما مطرح شوند شنا کنید. 7. اشعار کوتاه خلق کنید. برای شروع سعی کنید اشعار کوتاه مانند هایکوی ژاپنی، یعنی شعر بی‌قافیه سه سطری ژاپنی بنویسید. یک هایکو شامل سه خط بلند است و معمولاً از 17 هجا تشکیل شده است. ایده اصلی شعر هایکو انتخاب یک موضوع معمولی و نگاه کردن به آن موضوع از یک دیدگاه جدید و عمیق است. مثلاً موضوع تابستان را انتخاب کنید. تابستان، عطارد، خورشید داغ. تابستان، مریخ، یخ خشک. تابستان، زمین، بهشت. موضوعها یا مطالب مورد علاقه تان را انتخاب کنید و با این شکل عجیب شعر مشغول باشید. با شعرتان سرگرم باشید و با آن انس بگیرید. این مهم است که بدانید شعرها همیشه جدی نیستند. ممکن است مملو از شوخی، خنده، عشق و شادی باشند. هنگامی که در مجالس مهمانی ها و مراسمی مانند جشن تولد و سالگردهای ازدواج دوستانتان و اعضای خانوادهتان شرکت دارید، فرصت را مغتنم بشمارید و برای آنها پیام های شعری و جملات موزون مانند آنچه که در کارت تبریک ها و مغازه های کارت تبریک فروشی پیدا می کنید بنویسید. به منظور برانگیختن انگیزه تان از میان کارت های مورد قبول خود بعضی از نمونه ها را انتخاب و تلاش کنید که جملات را بهتر و خیلی زیباتر از آنچه که هست بنویسید. 8. حواس پنجگانه تان را تقویت کنید. یک بار دیگر راهنمای شگفت‌انگیز ما یعنی لئوناردو که نویسنده اشعار زیبا و نثرهای شاعرانه بود به کمک ما می آید. او علاوه بر اصل ارتباطیش اصل دیگری هم داشت، اصل احساس. لئوناردو عقیده داشت که برای خلاقانه نوشتن و خلاقانه فکر کردن باید حواسمان را به گونه ای تقویت کنیم که در اجرای یک تمرین خلاق بتوانیم از تمام حواس پنجگانه‌مان استفاده کنیم. اکثر شاعران مبتدی و نویسندگان کم تجربه و نوپا فقط گرفتار یکی از حواس می شوند. مثلا حس بینایی. وقتی که شاهکارهای خلاقتان را می نویسید همه حواس پنجگانه‌تان را به کار ببرید. 9. به یاد داشته باشید شما یک شاعر مادرزاد هستید. مانند هنر و موسیقی این واقعیت را دائما در خود تقویت کنید که شما دور مادرزاد شاعر هستید. مغز شما در طول مدت عمرتان دائما مشغول فکر کردن
و نوشتن مطالب زیبا و شاعرانه بوده است. اکنون فرصتی است که به آن اجازه رها شدن بدهید. به ذهنتان امکان دهید که شعر بگوید. فصل دهم. شوخی بود. این فصل آخر به این موضوع که کودکان بزرگترین افراد خلاق هستند توجه دارد. شما باید بدانید که با بالغتر شدن باید نیروی جوانی بیشتری به دست آورید. هرچه سنتان بالا رود باید جوانتر شوید. در اینجا اهمیت این که چرا شما باید دوران کودکی را دوباره خلق کنید برایتان توضیح داده خواهد شد. ما یک راه جدید محرک برای تفکر خلاق کشف خواهیم کرد و در تمرینات خلاقانه این فصل قسمتی به عنوان زمین بازی خواهیم داشت. کودک. همانطور که مشاهده کردین، انشتین به رغم اینکه کودک بود مانند انسانهای بالغ فکر می کرد. در ذهن او همیشه سوالاتی در مورد جهانی که دائما در حال اکتشاف آن بود شکل می گرفت. او سوالات عمیق، واضح و ساده‌ای درباره ماهیت فضا، زمان، جهان و خدا می پرسید. نیوتن یکی دیگر از بزرگان تاریخ علم بود. مردم درباره او اینطور فکر می کردند که او فردی است جدی، معقول، منطقی و دانشمندی مستبد برای، در حالی که او خود را اینطور نمی دانست و برخلاف این فکر می کرد او در تصوراتش خودش را یک پسر بچه کوچک می دانست که در امتداد ساحل مشغول پرسه زدن است و هر از چند گاهی یک صدف یا یک حلزون یا سنگ رنگارنگ که نظرش را جلب می کند از ساحل بر می دارد و این ساحل در قسمتی که پسر بچه در آن بازی می کرد به وسیله امواج اقیانوس شسته شده بود. به تصور نیوتن، تئوری‌ها و نگرش‌های عمیق او تنها صدف‌های زیبا و سنگ‌های الوان بودند و آن اقیانوس بزرگ، اقیانوس حقیقت بود که او به سختی شروع به اکتشاف در آن کرده بود. دوران بعد از کودکی. یک آزمایش تکان دهنده که اخیراً در آمریکا انجام شد، میزان نیروی بالقوه خلاق مردم در سنین مختلف را بررسی کرده است. برای تحقیق در مورد توسعه خلاقیت در طول زندگی، از میان دانش آموزان و دانشجویان مقاطع کودکستان ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و همچنین از بین افراد بزرگسال نمونه های انتخاب شدند تا میزان خلاقیت بالقوه موجود مشخص شود. نتایج به دست آمده بسیار تکان دهنده بود. درصد خلاقیت استفاده شده و گروه سنی. بچه های کودکستانی 95 تا 98 درصد، دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی 50 تا 70 درصد، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستانی 30 تا 50 درصد، بزرگسالان بالغ کمتر از 20 درصد. شما به عنوان فارغ التحصیلان کتاب قدرت هوش خلاق علت نتیجه این آزمایش را خوب می دانید. همچنان که کودکان رشد می کنند و بزرگتر می شوند، همه موضوعاتی که در این کتاب درباره آنها بحث شد از ذهنشان پاک می شود و تنها صدفهای بیخاصیت خلاقیت باقی می ماند. داخل جعبه، بیرون جعبه و دوباره داخل جعبه. ما خودمان را به وسیله روشی تربیت می کنیم که در اصطلاح مدرن به آن نگاه داشتن همه تفکرات داخل جعبه می گویند. امروز اغلب آموزش‌ها و مشاغل جدید به طور فزاینده‌ای به بیرون آوردن ما از جعبه اختصاص یافتند. در یک مقطع این چنین چیزی است که قدرت هوش خلاق برای انجام آن به شما کمک کرده است. اما اجازه دهید که از ابزارهای تفکر خلاقمان
را استفاده کنیم و به آن به عنوان این که می دانیم که باید آن را انجام دهیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. در جشن ها و سالگرد ها والدین همیشه از واکنش فرزندان خردسالشان نسبت به اسباب بازی های شگفت انگیزی که به آنها هدیه می دهد شکایت دارند. این شکایت به شرح زیر است. ما بیش از 200,000 تومان برای یک اسباب بازی عجیب که دارای تمام ابزارهای مکانیکی و بازیهای مختلف بود پرداخته ایم، ولی دختر یا پسر کوچک من فقط 15 دقیقه با آن بازی کرد و سپس آن را دور انداخت. حالا با جعبه‌ای که هدیه در آن بود بازی می کند. چرا قبلا این طورش؟ در موردش فکر کنیم. مغزهای خلاق و حیرت انگیز کودکان برایشان اسباب بازی های جدید تولید می کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملا می فهمند که این اسباب بازی ها هم مانند سایر اسباب بازی ها فقط تعداد کمی کار ساده و تکراری انجام می دهد. آنها نیاز به چیزی دارند که برایشان خیلی جذابتر باشد و آن جعبه اسباب بازی است. فکر کنید این کودک چه تصوری از این جعبه اسباب بازی دارد. این جعبه می تواند یکی از موارد زیر باشد. یک ماشین سفر در تونل زمان که آنها را به عصر دایناسورها ببرد. یک سفینه فضایی که آنها را به آخر دنیا ببرد. یک غار، یک خانه، یک اتومبیل، یک قایق، یک مخفیگاه سری. شما با استفاده از تجربیات و تصورات خلاق و کودکانه تان می توانید حداقل 20 مورد تصور دیگر را که ممکن است یک کودک از این جعبه ها داشته باشد به آنها اضافه کنید. بنابراین حالا ما روش مدرن را وارونه می کنیم و به جای فهمیدن بیرون از جعبه اکنون همه من به داخل جعبه برمی گردیم. جایی که زمین بازی برای خلاقیت ما نامحدود است، به شرطی که ما هم مانند کودکان بدانیم چطور از آن استفاده کنیم. در محدوده تفکر خلاق رایج داخل جعبه بد و بیرون جعبه خوب است. از دیدگاه یک کودک وقتی شما داخل جعبه هستید تا وقتی که تخیلاتتان را همراه دارید در واقع بیرون جعبه هستید. از دیدگاه جدیدی که این کتاب به شما داده است، حالا چه در داخل جعبه و چه بیرون از آن باشید برنده هستید. بنابراین از حالا به بعد می توانید در طول زندگی از دو راهنما استفاده کنید که به شما کمک می کند تا قدرت هوش خلاقتان را پرورش، رشد و توسعه دهید. لئوناردو داوینچی و کودک. همانطور که وعده دادیم این تمرین یک مسخره بازی است. 1. به اشیا یا اجسام خیره شوید. مانند کودکان به اشیا خیره شوید. وقتی کودکان به چیزی خیره می شوند، چشمهایشان تمام جزئیات آن را می بیند و آنها را برای استفاده بعدی در تصورات خلاق و پرثمرشان ذخیره می کند. 2. به داستان‌ها گوش کنید. مانند یک کودک به دنبال داستان‌ها و داستان‌سرایان بگردید و با توجه زیاد به آنها گوش کنید. همچنین که مانند یک کودک با چشم و ذهن باز گوش می‌کنید، دنیای خیالی شما برای استفاده‌های بعدی غنی‌تر می‌شود. 3. داستان بسازید. با در اختیار گذاشتن یک قلمروی کاملاً آزاد در اختیار تصور خلاقتان قادر خواهید بود مثل یک کودک اثری رویایی و افسانه های باور نکردنی بسازید. 4. با غذایتان بازی کنید. ما دائما به بچه ها می گوییم با غذایت بازی نکن. چرا آنها با غذایشان بازی می کنند؟ زیرا این بازی یک دو سرگرمی چندحسی و خیالی است. وقتی می گوییم با آن بازی نکن، در واقع میگوییم لذت نبر یا سرآشپز نشو. آشپزی کردن در دنیای روز به روز تبدیل میشود به یک سرگرمی محبوب برای تمام مردم جهان. با
خوشبختانه بیشتر کودکان زمانی که چهار دست و پا راه می روند این کار را انجام می دهند. بنابراین از آنها پیروی کنید. 5. با بچه ها بازی کنید. به جای اینکه به بچه ها بازی بزرگترها را یاد بدهید و بخواهید که این طور با آنها بازی کنید، اجازه دهید آنها خود رهبر بازی باشند و با شما بازی های کودکانه انجام دهند. آنگاه متوجه می شوید که قدرت هوش خلاقتان مانند قدرت خلاقیت جسمیتان بی نهایت است. 6. یاد بگیرید کارهای جدید انجام دهید. زندگی یک کودک به طور خلاقانه‌ای به طور مدام با آموزش و دریافت تجربه های لحظه به لحظه و روز به روز پاشده است. این حالت را دوباره در خودتان خلق کنید. کشف کنید و بیشتر یاد بگیرید. همچنان که دوباره این عادت را در سراسر زندگیتان توسعه می دهید، هر جنبه زندگی شما خلاق‌تر و آشکارتر خواهد شد. 7. به خودتان هدیه کوچک بدهید. یکی از بزرگترین لذت‌ها برای کودکان خوراکی‌های کوچک است. مانند یک بستنی قیفی با سه طعم دوست داشتنی روی آن، یا به خصوص یک تکه گرم و تازه نان. وقتی تصور کنید که کودک هستید، به همین شیوه ساده برای خودتان خوراکی بخرید. 8. از ابزارهای کودکانه استفاده کنید. ابزاری که کودکان برای بالا رفتن از قله‌های بلند علم و دانش استفاده می‌کنند، مجهز به چنگک سوالاتی است مانند چه چیز، چطور، چرا، چه وقت، چه کسی، کجا و غیره. جواب این سوالات که ذهن کودکان آنها را به طور غریزی می داند باعث ایجاد ارتباطاتی می شود که نقشه های بزرگ دانش را که آنها در طول زندگی خود به آنها نیاز دارند شکل می دهند. به همین دلیل شما هم مانند کودکان زیاد سوال بپرسید. 9. دست کم 5 بار بپرسید چرا؟ یا چطور؟ به عنوان یک تمرین توسعه ذهن خلاق عادت کنید که 5 مرتبه بپرسید چرا و چطور. بعد از اولین سوال یک جواب وجود دارد. با مراجعه به جوابهای آنها دوباره سوال کنید. این کار منابع دانش و تصوراتتان را برای توسعه یافتن و کاوشی عمیق‌تر تقویت خواهد کرد. این فرایند را 5 مرتبه تکرار کنید. آنچه که شما از مرزهای دانش معاصر به دست آوردید در قلمرو تصورات و تفکرات خلاق و حل مشکلات رشد کرده است. 10. شما در اصل کودک هستید. توجه کنید، حرف مردم مهم نیست. مهم نیست که شما چه فکری می کردید. بلکه اصل مهم این است که شما یک کودک هستید. بهترین یادگیرندگان روی زمین چه کسانی هستند؟ کودکان. بهترین پرسش کنندگان روی زمین چه کسانی هستند؟ کودکان. مهمترین انسان‌های روی زمین چه کسانی هستند؟ کودکان. چه کسانی به همه چیز علاقه‌مند هستند؟ کودکان. فعال‌ترین افراد چه کسانی هستند؟ کودکان. خوشگذران ترین ها چه کسانی هستند؟ کودکان. چه کسانی از ساده ترین چیزها بیشترین لذت را میبرند؟ کودکان. چه کسانی مبتکرانه ترین و متحیر کننده ترین ارتباطات را میسازند؟ کودکان. چه کسانی از هر دو قسمت مغزشان استفاده میکنند؟ کودکان. خلاق‌ترین مردمان روی زمین چه کسانی هستند؟ کودکان. اکنون شما دوباره یکی از آنها هستید. تبریکات. اکنون شما یکی از فارغ التحصیلان قدرت هوش خلاق در سطح جهان هستید. به موقعیت نیرومند و حیرت انگیزی که اکنون در آن قرار دارید فکر کنید. اکنون شما تسلط کامل
روی دانش‌های قسمت چپ و راست مغز جادویتان دارید و باعث سرعت در ایجاد ارتباط بین این دو قسمت شده ای. شما قواعد اساسی جهان را در رابطه با طرز استفاده صحیح از به اصطلاح چاقوی ارتش سوئیسی مغز یاد گرفته و در استفاده از آن مهارت پیدا کرده و استاد شده اید و این شما را قادر می کند که از آن برای ایجاد تفکر خلاق و حل مشکلاتتان استفاده کنید. شما به طور هنرمندانه‌ای کارهای برجسته حیرت انگیزی را به انجام رسانیده اید و آن قدرت هنرمندانه را برای بهبود دادن زندگیتان به هر روش ممکن از بند رها کرده اید. شما دوباره خودتان را به عنوان یک موسیقیدان کشف کرده اید و زبان جدید وسیعی که در سر انگشتانتان یا در نوک سلول‌های مغزتان دارید. شما آگاه هستید که توانایی تسریع در ایجاد خلاقیت، قدرت و سرعت تفکراتتان را دارید و متوجه شده اید که در این زمینه ظرفیتی نامحدود دارید. همچنین از طریق درک ماهیت انعطاف پذیری خلاقیت فهمیده اید که با ارزشتر و منحصر به فردتر از آن چیزی هستید که تا کنون فکر می کردید و در مسیری قرار دارید که بیش از پیش نوآور شوید. شما مانند یک کودک ناقه با چشمانی باز، خلاق و با دیدگاهی جدید و نو شروع به آزادسازی روح شاعرانه تان کردید. در حالی که این کتاب را مطالعه می کنید، متوجه می شوید که خلاق ترین ماشین ایجاد ارتباط در دنیا بین دو گوش شما قرار دارد، یعنی مغز بی نهایت خلاق و حیرت انگیز و انسانی شما. شما همه اینها را به اتمام رسانده اید، در حالی که قدرت هوش خلاق را می خواندید، به طور فزاینده‌ای فهمیدید که در سیر حرکت به سوی آینده خلاقتان علاوه بر قدرت هوش خلاق و انرژی تازه شکفته تان با نوابغ بزرگ تاریخ همسفر خواهید بود. از این سفر لذت ببرید. امیدوارم سلول های مغز شما شکوفا شود.